علیکی، عرض کنم این نقض حقوق بشر ظاهرا در ایران شامل فقط ایرانیان نمیشه. خانم دکتر ملکی، عرض کنم خدمت شما، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ایشون گفته که ایران دارای آثار دیدنی بسیار زیادی، جذابیت‌های توریستی بسیار زیادی است، اما محدودیت‌هایی که برای توریست‌ها و جهانگردها هست، این درآمد توریسم رو در ایران پایین آورده. حالا چه رئیس کمیسیون انرژی مجلس این حرفو میزنه، اینو دیگه از بنده نپرسید، ولی به هر حال حرفیش واقعا چنینه. یعنی اینکه این محدودیت ها به توریسم ایران اثر منفی داره، نرفتن توریست ها به تخت جمشید، آثار باستانی دیگه ایران. بله خب مسلما تاثیر داره و به هر حال وقتی که اینها، حالا توریست های زن یا حتی آقایون، وقتی میخوان برن، خب باید رعایت پوشش هایی که جمهوری اسلامی از اینها میخواد بکنن و خب برای اینا مشکله. و در کل به خاطر اقداماتی که تا به حال جمهوری اسلامی کرده و اینکه قواعد و ضوابط درستی نداره، مردم اصلا، من فکر میکنم توریست‌ها اصلا وحشت دارن، بخش اعظمشون وحشت دارن از اینکه برن به ایران، که مبادا گرفتار یک مشکل یا مکافاتی بشن. بله خانم ملکی، پرسش از شما بکنم. شما دارید تجربه بسیار زیاد از این تاریخ‌دان هستید، عرض کنم اوضاع امروز ایران رو به دقت دنبال میکنید. خیلی منصفانه راه حل رعایت حقوق بشر که در ایران دیگه روزنامه نگار زنجانی به زندان نره، متهم نشه به اقدام علیه امنیت ملی، روزنامه نگار کرد عدنان حسن‌پور به اعدام محکوم نشه، عرض کنم حتی توریست خارجی به ایران میره آزادانه شیشه آبشو دستش بگیره، دوربین عکاسی، لباسشو بپوشه، آثار باستانی ایرانو بره ببینه، ببین راه حل چی هست به نظر شما؟ از شما میپرسم. یعنی راه حل چه اجرای حقوق بشر در مملکت داره؟ اتفاقا من یک بار از یکی از مهمانان برنامه شما شنیدم که میگفتن میبایستی که نهادهای مختلفی، یعنی تعداد نهادهای حقوق بشر الان کمه و باید به تعداد بیشتری تشکیل بشه تا مردم رو آموزش بدن. اما پرسش اینجاست که وقتی رئیس دانشگاه خودش یک معممه و در کل تمام ارگان ها در دست معممین قرار داره، چطور میتونه، حالا گیریم که این نهادها خیلی زیاد هم تشکیل بشه، چطور میتونه آموزش بده مردم رو؟ در همون قدم اول خودشون سر از زندان در میارن، بسیاری از فعالین حقوق بشر الان در ایران در زندان به سر میبرن. بنابراین میخوام بگم خدمتتون که بدون غلبه بر حکومت متولیان مذهبی نمیشه به دوران نوین بشری قدم گذاشت، و تا زمانی که مردم یک کشوری به غیر از در برابر حکومت، در برابر نمایندگان به اصطلاح الهی هم مجبور باشن که پاسخگو باشن، دموکراسی سیاسی تحقق پیدا نمیکنه. البته مملکت ما الان وضعش بدتره، این برمیگرده به عصر قاجار که معممین و دربار قاجار قدرتشون همپایه همدیگه بود و مردم هم در برابر معممین مسئول بودن که جواب بدن، هم در مقابل حکومت. اما امروز این به اصطلاح نمایندگان الهی خودشون حکومت رو تشکیل میدن و بیدار شدن و بیدار کردن مردم در چارچوب تفکرات مذهبی یک امریست محال، غیر ممکن. چرا؟ چون تفکرات مذهبی در باور به حقایقی پیش یافته یا پیش ساخته خلاصه میشه که هیچ نوع تفکر دیگری راهی به اون نداره، و هر نوع کوشش خردمندانه در این راه ناچاره که عاقبت این حقایق به اصطلاح حقایق پیش یافته یا پیش ساخته رو انکار کنه، که اون موقع کار به الحاد میکشه. بنابراین من فکر میکنم مهمترین درسی که ما از تاریخ معاصر مملکتمون میتونیم بگیریم اینه که تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران هر نوع تفکر اجتماعی مثل مشروطه طلبی، ملیگرایی، اینها کوشش هایی بودن که از همون ابتدا محکوم به شکست بودن.
مثلا جنبش مشروطه از نظر من در همون مجلس اول شورای ملی شکست خورد، چرا که نخستین و مهمترین خواسته مشروطه خان که همون جدای دین از حکومت بود نه تنها به اجرا در نیومد، بلکه تمام در قانون اساسی مشروطیت دست دین و معممین به شدت بازه. یا ملیگرایی. بله اجازه بفرمایید ببخشید، این اگه بخوایم خلاصه کنیم، ببینید شما میگید که غلبه بر حکومت، جدایی دین از حکومت، اینا اگه بشه یعنی حقوق بشر اساسش درست میشه در ایران. ما حکومتای رو سراغ داریم که نه تنها جدایی دین از حکومت هست، مثل حکومت کره شمالی، بلکه اصلا ضد دین هم هستند و حقوق بشر درش رعایت نمیشه. میدونین وقت ما خیلی کوتاه، اگه بخوام بگید اساس حقوق بشر در یک جامعه چه چیزایی باید وجود داشته باشه که رعایت بشه؟ البته به شما بگم کمونیستی هم یه نوع دینیه، یه نوع مذهبه در واقع. وارد این بحث فعلا نمیشون چون وقت ما محدوده. بله اوکی. ولی به شما بگم که نخستین قدم برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر داشتن یک حکومت سکولاره. این اولین قدمه. بعد از اون میشه تازه نهادهای فرهنگی تشکیل بشه، نهادهای حقوق بشری تشکیل بشه که بتونن هم مردم رو آموزش بدن و هم دولت رو. خانم هیکس، قدم‌های بعدی